به نام خدا شاگردای عزیز سلام خوب هستین به خیر هستین جور سعادتمند باشین شاگردای عزیز و گرامی به مضمون ریاضی صنف هشتم خوش آمدید <متصفيق> شاگردای عزیز و گرامی ریاضی صنف هشتم ما و شما با هم میخوانیم درست است فصل پنجم قضایای مثلث درس پنجم هستیم خب قبلی که بریم درس شروع کنیم کارخانه که درس گذشته رو باید به با ما روان میکردید از طریق چی؟ از طریق واتساب نمبرش هم چند است؟ دو سفر نهصد و شست و چهار اف سد و اشتاد دو سد و و پنج چهل، سیزده. درست است؟ خب شاگرده عزیز هدف درس پنجم درس پنجم ما و شما امروز چه عنوانی رو باید با هم دیگه بخوانیم ناصف و زاویه یا نیمساز زاویه برش میگیم سیست؟ که یک زاویه اگر ما و شما داشته باشیم ناصف و زاویه چی است یا نیمساز امی زاویه چی است پس میریم سر تخته که ما بر تشریح میکنم اگر یک زاویه ما و شما داشته باشیم نیمساز زاویه به میگیم نیمساز و یک قضیه و عکس و قضیه رو باید بخوانیم درست است پس میریم سر تخته خب شاگردای عزیز و گرامی ناصف و زاویه چی است؟ البته ما قبلش یک زاویه یادآوری براتون میکنم که چی است و بعد ناصف و زاویه رو میگیم که چی میباشد صحیح خب پس اول زاویه شاگرد عزیز زاویه خو یادتون است زاویه گفتیم که به چنین ش... شکلی میگیم چی؟ زاویه این نقطه رو برش میگیم رأس زاویه با عنوان مثال ما با چی نشانش میتونم؟ با پی فرق نمیکنه پی ا بی فرق نمیکنه هر حروف که شد تو میتونه نشان بده فیفت با او هم نشان میتن خب ولی فرق ما پی گرفتم پس چی است ایره باید میگیم رأس زاویه سیست خب و دقت کنه چگرده عزیز به زاویه ما و شما از یک رأس تشکیل میشه و دو نیم خط اون نیم خطا رو بهش میگیم چی از لا زاویه دقت کنید پس اینی پی ما و شما رأس زاویه است یک نقطه است و اینی نیم خط نیم خط خود خب میفهمید نیم خط یعنی برش بس است ادامه ندارد اما او برش تا لا ادامه دارد به خاطر میگیم نیم خط صحیح خب من رو نامش ریکس میگیرم و اینم وای میگیرم پس نیم خط پی ایکس چی میشه میشه زل زاویه و نیم خط پی وای او هم میشه زل زاویه صحیح پس اینا میشه چی از لا زاویه زل زاویه دایم هم بگیم چی؟ زل زاویه پس یک زاویه ما و شما از یک راست تشکیل میشه و دو زل است؟ پس زاویه خوب میفهمیم خب, می خب شاگردای عزیز همونطور که در درس های گذشته در سنف های قبل یادتون است زاویه را ما گفتیم که چی است زاویه مقدار زاویه که زاویه ما چند درجه است ما میگیم زاویه 20 درجه 30 درجه 40 درجه 50 و اون دیگه صحیح است خب حال مقدار یا بگیم معیار بزرگی زاویه چی اما فاصله بین دو زل است خود زل آن نیست خود زل هر چی کلان باشه فرقی نمیکنه یعنی فاصله ز... ز... زل های ما و شما چه فاصله چقدر باز شده به با عنوان مثال امی زاویه امی زاویه ایکس پی وای ما و شما خب این کلان تر است یا این زاویه کلان تر است خب این درست زلاش کوچکتر است اما فاصله بین دو تا زل از هم بیشتر است پس این زاویه 90 درجه است این زاویه به مثال 60 درجه است پس زاویه بالا کوچکتر است زاویه پایین چی است؟ بزرگتر میشه پس ما و شما زاویه به زل هایش کار نداریم با فاصله بین دو تا زل کار داریم صحیح خوب خب شاگرد عزیز حالی ما و شما رو میفهمیم که زاویه ما و شما میتونه سه میره قبلا گفتیم ولی یادآوری میکنیم که گفتیم یک زاویه ما میتونیم به دو طریق نامگذاری کنیم یک یک حرفی ما و شما اگر یک حرفی نامگذاری کنیم فقط باید رأس را بگیم بگیم زاویه پی صحیح اینی یعنی علام علامه چی است زاویه در بالای پی نوشته میکنیم. زاویه پی یا می چی نوشته کنیم سه حرفی نوشته کنیم اگر سه حرفی نوشته کنیم باید دقت کنید که رف باید در وسط باشد یعنی باید بگیم زاویه x p وای. صحیح یا می بگیم چی وای p x علامه زاویه را می پس x p یا y p اگر بگیم p x وای غلط است پس دقت کنید پی ایکس وای اگر بگیم غلط است چرا چون رأس ما پی است در وسط باید باشد این اول است پس غلط است یا با هم مساوی نیست او دیگه زاویه میشه صحیح در شکل دیگه باشه ممکن دیگه زاویه شود پس زاویه رو فرم بدیم زاویه چی است و زاویه رو ما میتونیم به یک حرفی نشان بدیم یا سه حرفی اگر یک حرفینشان نشان باید رأس نشان بدیم اگر سه حرفی نشان بتیم، باید رأس در وسط باشد و معیار بزرگی زاویه چی است فاصله بین دو تا ضلع زاویه خب این رو خب آله ما و شما چی رو میخوانیم درس امروز؟ ناصف و زاویه یا نیمساز زاویه نیمساز زاویه چی است؟ پس نیمساز زاویه من نویشتن میکنم نیمساز زاویه نیمساز زاویه میگیم که چی است؟ یک نیمخط است یک نیم خط است از همین رأس زاویه کشیده میشه و زاویه ما و شما نامش رویش است نیم ساز به دو نیم مساوی تقسیم میکنه ناصف و زاویه نصف میکنه فیست یا نیم ساز میگیم برش یا ناصف و زاویه برش میگیم پس چی است یک نیم خط است که زاویه ما و شما را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند درست است به عنوان مثال ما عملی اگر دق... تقریبا اینجا میشه ما اگر نیم خط واسه کنیم به ای شکل. چی میمانم؟ این شکل چی میمونم اینی من میمونم چی ایکس وای رو میمونم زید به عنوان مثال پس پی زد چی میشه؟ نیمساز زاویه پی ما و شما میشه چرا؟ چون به دو قسمت مساوی اینی زاویه و اینی زاویه با هم چی میشه؟ مساوی میشه به عنوان مثال این زاویه ما و شما 60 درجه باشد به دو تا سی درجه تقسیم میکنه با این میگیم چی؟ نیمساز زاویه یا نصف و زاویه پس نیمساز زاویه چی است؟ نیمساز زاویه برایش میگیم نیم خطی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. صحیح است؟ پس نیمساز زاویه میگیم نیم خطی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. صحیح است؟ پس نیمساز تعریفش فهمیدیم چی است؟ خب آل ما و شما در رابطه با نیمساز یک زاویه ما و شما یک قضیه داریم که او را باید بسیار مهم است و ب... او را باید بفهمیم که چی است. او قضیه چی است میگه که اگر ما و شما یک زاویه داشته باشیم نیمسازش هم رسم کنیم یک نقطه روی از این مثلا به عنوان مثال این نقطه را ما میگیریم این نقطه نقطه به مثال من نامش میگیرم ام صحیح یک نقطه روی نیمساز اگر روی نیمساز یک زاویه در نظر بگیریم فاصله امون نقطه تا زل های زاویه با هم دیگه مساوی میشه فاصله رو هم میفهمیم شاگردای عزیز دقت کنید فاصله معنای چی است من یعنی از ام باید به ای پی ایکس وصل کنم به این خط به ای نیم خط باید وصل کنم فقط فکرتون باشد باید 100 درصد زاویه بین چند باشد 90 درجه شود زاویه بین چند باید شود باید 90 درجه شود اگر 90 درجه نباشه و فاصله نیست پس فاصله معنای چی است که از ام تو به یک نیم خط وصل میکنی چی بکنیم اون زاویش باید 90 درجه باشه من اینجا نامیشه اچ ای میمونم به عنوان مثال اینم چی میمونم کم میمونم پس قضیه ما شما است که اگر یک نقطه روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد فاصله از اون نقطه تا دو ضلع زاویه با هم مساوی است یعنی نقطه ام روی نیمساز روی پیزد است و MH با ام مساوی میشه این رو ما باید ثبوت کنیم درست است پس ما یار پاک میکنم که زاویه تا... گفتیم زاویه چه رقم نوشته میکنیم و این قضیه رو ثبوت میکنیم پس قضیه ما شما چی است قضیه هم میگیم که قذر میگیم نقطه ام روی نیم ساز زاوی است نوشتن میکنم نقطه ام روی نیمساز ساز است خب در نتیجه چی میشه فاصله ام تا زا... از لای زاویه با هم دیگه چی است مساوی است تا از لای یعنی چی یعنی ام اچ با ام ک مساوی است باید ثبوت کنیم که ام اچ مساوی است با ام کی صحیح است پس رو باید ثبوت کنیم پس چی است قضیه قضیه بسیار مهمی است که در رابطه با ما چی داریم نیمساز یک زاویه داره خب حالا چه رقم کنیم خب شاگرد عزیز دقت کنید ما از چی ثبوت میکنیم از انطباق پذیری دو مثلث در صنف هفتم یادتون هست دیگه یعنی مثلث بالا رو ما اگه ثبوت کنیم با مثلث پایین انطباق پذیر است یا هم نهشت است برای میگفت انطباق پذیر یا هم نهشت است هر کدومش میگن فرق نمیکنه انطباق پذیر است یا هم است نتیجه میگیریم که از لایش با هم چی میشه مساوی میشه یعنی ام اچ با ام کم مساوی میشه صحیح است پی با پی اچ مساوی میشه و پی ام هم که مشترک است بین اردویش است هم بر مثلث بالاست هم بر مثلث پایین است فقط من یه باید ثبوت کنم اول خب چه رقم ثبوت میکنم اگر یادتون باشد در سال گذشته ما و شما برای ثبوتی که دو مثلث انتباق پذیر است سه حالت داشتیم درست است میگفتیم سه زل مساوی باشد یا دو زل زاویه بین یا دو زاویه و زل بین مساوی باشد صحیح اما اگر یادتان باشد باز درس های بعد از او چی گفتیم گفتیم که برای مثلث های قائم زاویه مثلث‌هایی که یک زاویه 90 درجه داشته باشد دیگه ما و شما دو حالت اضافه تر هم داریم دو حالت چی زیافت هم داریم چی است گفتیم وتر یا وتر و یک زاویه حاده وتر و یک زل زاویه قائمه صحیح است ما از او از دو حالتی که زاویه قائمه داره استفاده کنیم مثلث‌های های قائم زاویه. خب دقت کنید پس من اینو به شک ثبوت میکنم. خب ثبوت به عنوان مثال ما چی نوشته میکنم میگم که پی ام, ام و شما چی میشه پی ام امو وتر است دیگه هم در مثلث بالا وتر است هم در مثلث پایین وتر است صحیح مثلث بالا میفهمیم وتر چی است زلی که روبرو به زاویه 90 درجه باشد یعنی P, پی ام ما و شما روبرو به اچ P, پی ام ما و شما روبرو به کف پس با هم دیگه چی است مساوی است پی ام مساوی است با پی ام من دلیل شخص میگه مشترک است صحیح خب دیگه چی زاویه پی یک من پی میگیرم میره پی دو میگیرم پی با پیدو چی میشه؟ مساوی میشه چرا مساوی میشه شاگرد عزیز شما بگین؟ چون نقطه ام روی نیمساز است پس پی زید ما و شما چی است؟ نیمساز زاویه است یعنی چی؟ یعنی خود سوال به ما و شما گفته وقتی نیمساز باشد گفتیم زاویه به دو نیمه مساوی تقسیم میکنه سیست؟ پس زاویه پی یک ما شما زاویه پی مساوی است با زاویه پی دو دلیلش چی است؟ چون پی زید یا پی ایم فرق نمیکنه پی بگیم یا پی زید بگیم میگیم پی زید فرق نمیکنه چون پی زید نیم زاوی زاویه است نیم ساز است سایست پس ای از دلیلش خب پس ما و شما چی گفتیم زاویه اچ با زاویه کم که 90 است که مساوی است وقتی میگیم وتر وقتی وقتی میگیم دیگه اونها مشخص است که چی است اونها چی میشه 90 درجه میشه پس از همین ما و شما نتیجه میگیریم که دو مثلث ما و شما چی میشه؟ انتباق پذیر میشه. یعنی مسلس پی, پی اچ ام،, ام انتباق پذیر است با مثلث پی ام پی به حالت چی؟ به حالت وتر و یک زاویه حاده. حاده میگفتیم یا توندم برش میگیم زاویه که کوچکتر از 90 باشه حاده برش گفتم میشه یا تند که به این شک نوشته کردیم خب حالی که ما و شما ثبوت کردیم این دو مثلث بالا و پایین انطباق پذیر است پس از لاش مساوی است یعنی پی ام که با پی مشترک است مساوی است پی اچ هم با بی کا مساوی میشه فقط میمونه چی ام اچ با ام کا پس همین چی میشه ثبوت قضیه ما و شما میشه ما همین رو می‌خواستیم ثبوت کنیم که فاصله و نقطه ام تا 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 چی تا زل پی ما و شما چی میشه همو ام اچ ما و با ام باید چی باشد مساوی باشد پس در نتیجه چون جوین در پایین نوشتن میکنم در نتیجه پس چی میگیریم ام اچ با ام مساوی میشه پس ام اچ مساوی است با ام پس این هم چی شد ثبوت خب پس شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید ما ثبوت کردیم گفتیم اگر یک نقطه ما و شما روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد فاصله از او تا زل های زاویه با هم چی میشه مساوی میشه پس یک قضیه بسیار مهم است که ما و شما در درس بعد ما از این چی میگیریم کمک میگیریم صحیح است از این کمک میگیریم دیگه سوال کار میکنیم پس یادتان باشد نقطه اگر روی نیمساز زاویه باشد فاصله از او تا زل های زاویه چی میشه مساوی میشه درست است خب شاگرد عزیز ما عکس این قضیه هم داریم عکس قضیه یعنی چی یعنی سرچپش یعنی برعکسش معنایش چی است معنایش است که اگر ما شما به عنوان مثال نقطه ام داشته باشیم پس دقت کنید خود قضیه چی میگه میگه اگر نقطه ام روی نیمساز زاویه باشد ام با ام کم مساوی میشه حالا عکس از چی میشه از او بر بی بر میشه یعنی که اگر ما شما این نقطه ام داشته باشیم نقطه ام با ام کم مساوی باشد ام با ام باشد نتیجه میتونیم بگیریم که نقطه ام روی نیمساز زاویه است صحیح یعنی اگر فای یک نقطه داشته باشیم فاصله از او از دو زل زاویه مساوی باشد 100 فیصد اون نقطه روی نیمساز زاویه قرار دارد این هم ثبوت میکنیم چرا رقم دقت کنید نقطه ما میگیم ام با ام مساوی است فاصله شون درست است وقتی میگیم فاصله پس زاویه چند درجه میشه 90 درجه میشه پس فاصله نقطه ام از زل های زاویه مساوی باشد یعنی ام با ام کا مساوی باشد زاویه اش 90 درجه است باید ثبوت کنیم ام روی نیمساز قرار دارد خب معنایش چی است که روی نیمساز قرار دارد یعنی چی باید ثبوت کنیم باید ثبوت کنیم که زاویه پی1 با پی2 چی میشه مساوی میشه اگر ایرا ثبوت کنیم که پی 1 با پی 2 مساوی باشد یعنی که ام روی نیم ساز زاویه قرار دارد پس ما تختر پاک میکنیم برعکس این را ثبوت میکنیم یعنی ما فرض میکنیم که ام اچ با ام کی مساوی است باید ثبوت کنیم که نقطه ام روی نیم ساز. یعنی چی نقطه ام روی نیم است یعنی باید ثبوت کنیم پی 1 با پی 2 زاویه پی 1 با پی 2 مساوی است صحیح پس ما تختر پاک میکنیم عکس قضیه را ثبوت میکنیم درست است خب شاگرده عزیز و گرامی عکس قضیه پس عکس قضیه رو ثبوت کنیم عکس قضیه که عمالی گفتیم خود قضیه چی بود؟ خود قضیه بود که اگر نقطه ام روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد فاصله اون نقطه تا زل های زاویه با هم چی میشه؟ مساوی میشه و عکسش است اگر نقطه M فاصلش تا های زاویه مساوی باشد باید نتیجه بگیریم که نقطه M روی چی روی نیمساز قرار دارد برعکسش میشه سرچپه هم میشه است. پس ما امو زاویه رو میکشم با نان مثال این ما شما باشد نقطه P پی گرفته بودیم نیم خط پی اکس و پی وای ساست. خب نیمساز ما و شما به این شکل است میگیم که نقطه ام ما شما مثلا با مثال این نقطه ام ما شما باشد فاصلش تا دو زل زاویه با چی باشد مفایش فاصله رو خوب میفهمیم وقتی میگیم فاصله این زاویه زاویه چند درجه است 90 درجه است یعنی چی عکس زاویه عکس قضیه به شک میشه که ما باید بگیم ام این نامش رو اچ میگیریم و ایرا کم میگیرم. ام اچ ما و شما مساوی است با ام ک باید ثبوت کنیم نتیجه بگیریم پس بعد جای نیست اینجا نتیجه اش نوشتم نتیجه باید بگیریم که چی باشد که ما و شما اگر بیایم به این شک نوشتم میکنم که ام روی نیم قرار دارد باید نتیجه بگیریم ام روی نیمساز قرار دارد خب این رو باید ثبوت کنیم این میشه اکس اگر نقطه ام ما و شما فاصلش تا دو زل مسایی مساوی باشد یعنی ام با ام کم مساوی باشد باید ثبوت کنیم ام روی نیمساز قرار دارد خب این رو ثبوت میکنیم چه رقم ثبوت میکنیم شاگرده عزیز ثبوت میگیم که ما از پی به ام وصل میکنیم صحیح است از پی به ام وصل میکنیم پس دو مثلث میشه ما باز دوباره ثبوت میکنیم که همین مثلث با هم چیان اند انطباق پذیر هستند خب وقتی انطباق پذیر باشه بعد نتیجه میگیریم که زاویه پی اک با پی دو چی میشه مساوی میشه وقتی پی اک با پی دو مساوی باشد یعنی ام روی نیم زاویه قرار دارد پس این میشه ثبوت ما و شما حالا چرا خمیر ثبوت میکنیم پس من نوشتم میکنم از پی از پی به ام وصل میکنیم سعیست؟ خواه از پی این وصل کردیم آلی دو مثلث ثبوت میکنم که چی است؟ انتباق پذیر است چرا رقم؟ باز دوباره چون مسلس ها قایم است از امو آلت های مسلس های قایم زاوی است میکنم پی ام که باز چی هست؟ مشترک است پس من نویشتن میکنم پی ایم مساوی است با پی ام که چی هست؟ مشترک. صحیح است؟ مشترک سعیست؟ خب در اینجا چی؟ MH با MK مساوی چرا بنا به خود قضیه خود عکس قضیه امیر چی گفته فرض ما و شما میست دیگه فرض ما و شما که MH مصفوفه با MK. ک صحیح پس MH با m ک میگیم بنا به خود سوال پس MH مساویست با MK ک بنا به خود قضیه بنا به خود قضیه که گفته با ما و شما صحیح خب زاویه اچ با زاویه کم که 90 درجه است که اون نوشته چون وتر نوشته کردیم صحیح پس از این هر دو ما و شما نتیجه میگیریم که دو مثلث ما و شما چی میشه انطباق پذیر میشه و یعنی چی مثلث پی اچ ام پس مثلث پی اچ ام پذیر است به مثلث پی ام پی ام ک به حالت چی میشه حالت وتر و یک زل زاوی قایمه اگر یادتان باشه در مسلس های قایمه زاویه دو حالت داشتیم وتر و یک زل زاوی قایمه وتر و یک زاویه حاده سیست؟ پس این میشه وطر و یک زل این زل گفتیم گفتیم این چه با کم مساویسته پس به حالت وطر و یک و یک چی؟ زل زاوی قایمه سیست؟ پس با حالت وقت و یک زل اضافه قایمت دو مسلف چی میشه؟ انتباق پذیر میشه خوالی که انتباق پذیر شد پس از از یا اجزای از با هم چی میشه؟ مساوی میشه یعنی زاوی ها رو میگیم خب زاویه اچ با زاوی کم مساویست نوید است پی 1 با پی دو میشه ام یک با ام دو میشه پس پی 1 با پی دو مساوی میشه خب پی اک با پی دو مساوی باشد نتیجه میگیریم که ام روی چی روی نیم قرار دارد پس در نتیجه ما اینجا نشون در نتیجه زا... زاویه ما شما با زاوی پی دو پس این هم ثبوت شد دیگه وقتی پی یک با پی دو مساوی باشد یعنی نقطه ام روی نیمساز زاویه قرار دارد درست است فهمیدی چرا خم شد دیگه نه شاگرد عزیز پس شاگرد عزیز گرامی ما و شما درس امروز چی خواندیم گفتیم نیم گفتیم چی است نیم ساز یک زاویه گفتیم نیم است که چی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند درست است و یک قضیه بسیار مهم داشت اون قضیه چی بود گفتیم اگر یک نقطه روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد فاصله از اون نقطه تا از لا زاویه چی میشه مساوی میشه دقت کنید شاگرد از این نقطهش ده اینجا استه. که وقتی میگیم فاصله یعنی باید وقتی خط میکشی باید زاویه 90 درجه باشه صحیح است اگر زاویه 90 درجه نباشد و فاصله نیست با این نقطه رو یه خوب میفهمین دیگه به عنوان مثال ما در اینجا یک ای ای خط یک خط داره و یک نقطه در اینجاست فاصله از این تا این خط چی میشه باید عینی نیست دیگه چون زاویش 90 نیست عینی نیست زاویش 90 نیست عینی باید باشد زاویش چند باشد 90 درجه باشد صحیح است پس وقتی میگیم فاصله نقطه تا زل باید شما یک تئوری به رسم کنید که زاویه تو چند درجه باشه 90 درجه باشه وقتی 90 درجه شد از مثلث های زاویه ها ثبوت میکنیم صحیح فهمیدید چرا خم شد دیگه پس شاگرده عزیز و گرامی درس ما و شما امروز خلاص میشه پس همین ثبوت هم ما و شما باید یاد داشته باشیم درست است؟ <موسیقی> شاگرده عزیز و گرامی ناصف زاویه یا نیمساز یک زاویه را ما و شما گفتیم چی است تعریف کردیم و یک قضیه و عکس قضیه را برو ثبوت کردیم درست است که چی است خب پس من ما ارتیک میکنم خب اما کارخانگی کارخانگی ما و شما چی است تمرین های صفحه 120 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبر چند است 20964 780 255 413. اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید میتونید با ما در میان بگذارید با همین نمبر که به شما خواندم درست است خب شاگردای عزیز پایان درس پنجم از فصل پنجم ما و شما خلاص میشه امروز درس پنجم سعیست؟ بخیر درس بعد درس ششم رو باز میخوانیم شاگردهای عزیز مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش